سه ماه بعد از وعده های اقتصادی رئیس جلاد، رسانه ها و مهره های حکومتی از گسترش نارضایتی و انهدام اقتصاد می گویند. میزان نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی کشور رو نمیشه پنهان کرد. بله. آقای مفتح، اوضاع اقتصادی خیلی اوضاع خوبی نیست. الان دولت داره تلاششو میکنه. این دیده میشه که دولت داره تلاششو میکنه. اما خیلی نتیجه مردم میگه تو دست ما نیست. یعنی باز قیمت میره بالا، قیمت‌ها نیست که ما اقتصادمون در یک مسیر درستی حرکت نمیکنه. ما در نظام ولایت فقیه هیچ بنبستی نداریم. آقای رئیس جمهور، به کردستان سفر کنید. در بیکاری اولین های کشور هستیم. در دست فروشی جز اولین های کشوریم. صنعتی نداریم، کارخانه‌ای نداریم. این هم آخرین پاسخ فنی و اقتصادی جلاد به بحران اقتصادی. باید هزینه ها رو کاهش بدیم، درآمدها رو افزایش بدیم. ما نباید هزینه ها را افزایش بدیم به خاطری که الان مسئله دولت مسئله اولویت هاست. علت این همه آشفتگی و پرت و پلاگویی چیست؟ چون ساختار اقتصادی مرعوبه. ساختاره. یه ماشینی است که عیب داره، هی توش بنزین بریز، روغنش رو عوض کن. ماشین معیوب راه نمیره. این ماشین رو باید درست کرد. این ماشین باید راه بیفته. هیچ کس نه تب میکنه، نه ناراحت میشه، نه چیزی، ولی اتفاقات آبان رو از یاد نبرید. یک رسانه حکومتی با اشاره به کوه فساد و گرانی و آتش فشان خشم مردم نوشت: وضعیت فساد، فقر و گرانی به شرایطی رسیده است که تاب و تحمل را از مردم گرفته است. اگر بساط راندخاری و بیژخاری پهن شود، باید در انتظار اخبار تلخ و ناخوشایندی بود. ما در نظام ولایت فقیه هیچ بنبستی نداریم. در هر شرایطی نباید به این آخوندها رحم داشته باشید. تحت هیچ شرایطی هر کاری میکنید رحم نداشته باشید به این دولت، به این افراد، به این آخوندها، به بسیجی‌ها رحم نکنید. به امید روزی که دیگه تو ایران آخوندی رو بالا سر حاکمیت نبینید.